به نام حق و به یاد شهدا، رئیس محترم بسیار چالاک و چوتار برآمدی، رای گیری میکنی بعد نصاب پرسان میکنی، یعنی چی؟ دوم، حرفایی که اینجا زده میشود من فکر میکنم خیال و پلاو است، سخنان داغ و آتشین است. کدام ما پلاو و چلاو یک از اینا رو نخوردیم؟ کدام ما هزاران دوسیه فعلا نداریم؟ کدام ما از قانون می رویم با اینا صحبت می کنیم که قانون مراد کند؟ کدام قانون؟ کدام ما خود ما قانون مراد کردیم که از اونا بخواییم؟ وقت انتخابات صورت گرفت، شما خودتان اینجا شاهد بودین و ساکت کردین که خلاف قانون انتخابات صورت گرفت. قانون 1393 که تنها قانونی مشروع انتخابات بود کنار گذاشته شد، اما یک ما صدای خود نکشیدیم. 18 نفر کاندید بود، مطابق قانون یک نفرش کاندید نیست، به خاطر که قانون میگوید هر کاندید 100,000 حمایت کننده و 2% از 20 ولایت باشد. هیچ کدامش نداشتن. این را کمیسیون شکایت اعلان کردن. پس کاندید وجود نداشت که ما برنده و بازنده اعلان کنیم. انتخاباتی وجود نداشت به خاطر که کمیته گزینش که مطابق قانون باید کمیشنر تعیین میکرد در 1397 کنار گذاشتن، گفتن کمیته گزینش توسط کاندیدا تعیین میشه. کاندیدا هنوز کاندید نبود، فقط درخواست کاندید بودن داده بودن. از کدام قانون میخواین با اونا صحبت کنین؟ از کدام انتخابات میخواین با اونا صحبت کنین؟ مصارف خود را عین و غینم اعلان کردن، 1% مصارفش من اینجا دارم. حالا اگه میخواین پیدایش کنم، مثلا 100 افغانی مصرف کردن، 10 افغانی اعلان کردن. کلی دنیا میدانه که دروغ است، همه ما میدانیم که دروغ است. پس وقت انتخابات صورت نگرفته مطابق قانون، وقتی کاندید مطابق قانون وجود نداشته، وقتی مصارف مطابق قانون نبوده، وقتی کمیشنرها بر اساس قانون تعیین نشده، پس ما از چی حرف میزنیم؟ در قانون آمده که کاندید باید 100,000 حمایت کننده داشته باشه. 100,000 مثلا احمد از عین یا از غین یا از پدرام یا نمیدونم از مسعود رفته، وکیل گذر وکیل دیگر رفته به احمد گفته که تذکرت با ما بده، یک بوجی آرد بریت میدم. او بیچاره تذکره خود داده، یک بوجی آرد بریش داده، او هیچ خبر نیست که تذکرش کپی شده برده به حمایت یک کاندید رو ثبت شده. او هیچ خبر نیست که حمایت کننده است. وقتی ما از بنیاد مسئله را میبینیم چگونه برخورد میکنیم؟ شما ملت صحبت میکنیم، 9 میلیون رای داریم. او وکیل صاحب 4 میلیون در انتخابات شرکت کرد، تو از کجا 9 میلیون پیدا کردی؟ و شما میدانید که امپراتورهای دلار در اینجا نشسته، کسانی که رای ملت نداشتن. ایره دنیا میدانه، ایره ما میدانیم، ایره عین و غین بیشتر از ما میدانه. وقتی میری با اونا صحبت میکنی، به عنوان نماینده ملت میگه کدام نماینده ملت، کدام خانه ملت که هر روز 250 نفرش غیر حاضر است. او که میاد هم 10 دقیقه نیم ساعت میشونه بعد میره خانه خود حاضری امضا میکنه. کدام خانه ملت؟ در رسانه های فیسبوکی نوشته شده بود که 2 وکیل ویروس داره کرونا. خدا شده است تمام کسای کماتر داده بود، نوشته بود خدا کنه که همه ایشان گرفتار شوند، به خاطر که یک مشکل مردم رو ما حل نکردیم. وکیل محترم، کدام خانه ملت نماینده مردم وقتی زیر پای لاند کروزر 100,000 دلاری است و از او هم از گمرک تر نشده؟ کدام خانه ملت وقتی نمبر پلیتت خلاف قانون است و از قانون میخوای بری بین و غین صحبت کنی، با مردم صحبت کنی؟ کدام نماینده ملت که 100 بار ما اینجا گفتیم که عسکری که جان خود میده 4 ماه معاش داده نشده، کدام ما استاد شدیم که وزیر دفاع یا سرپرست رفتیم امرای شخصی گرفتیم؟ در همین خود ما، من به گوش رئیس گفتم این آیت شنید، یعنی کارمندان ایتان 3 ماه اضافه کاریش داده نشده. این هم میبینید، این از کجا میوه بخوره که در مقابل کرونا مقاومت کنه؟ معلم، مامور، اجیر، عسکر، پلیس، ترافیک 4 ماه میشه معاش داده نشده.